حاجی ملک خانه دره در جنگ رو در رو کشته نشده است، بلکه تسلیم شده است و بعداً کشته شده است. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. باز هم به یکی دیگر از مهمترین خبرهای این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع موثق به نقل از رزاق مومون گزارش می دهد که فرمانده ملک خانه دره به طور داوطلبانه به طالبان تسلیم شده بود. رهبر این پلان کرام الدین کریم بوده است. این توطیه بر رهبری سارنوال کرام الدین کریم، سارنوال امین، قماندان شمسلق و فرمانده پلنگ پلانگذاری شده بود. ارکان این توطیه برای کشانیدن فرمانده ملک دره به سوی طالبان گفته شده است. سارنوال امین در جلسه با طالبان اعلام کرده بود که ما با طالبان کدام مشکل نداریم، فقط ملک دره از شما خفه است. این در حال است که ملک دره در طول یک سال گاه به طرف جبهه مقاومت آمد و گاه به طرف طالبان برخاست که یک حالت نوسانی داشت. سارنوال کرام الدین کریم دقیق 4 روز پیش با ولی پنجشیر، مولوی قدرت الله و سارنوال امین و قماندان شمس الحق جلسه می گیرند. بعد از جلسه سارنوال کرام با ولی پنجشیر و سارنوال امین یک جلسه خصوصی می گیرند. بعدن تمام پلان و تصمیم خود را با فرمانده طالبان، فرمانده فرهاد هلمندی در میان می گذارند. بعدن سارنوال کرام الدین با قماندان پلنگ که رابطه نزدیک با ملک دره داشته است تماس می گیرند که او با ملک دره به تماس شود و بگوید که طالبان دیگر مایل به جنگ نیستند و باید صلح کنیم. طالبان تمام قوتهای خود را از دره بیرون می کنند و ملک دره هم از قرارگاه خود بیرون بیاید و با طالبان بپیوندد. ملک دره می گوید اگر اطمینان باشد ما می آییم، با تمام نفرات و تجهیزات خود می آییم. قماندان پلنگ و قماندان فرهاد هلمندی در مخابره به ملک دره صدا می کنند که 100% اطمینان است، بیایید ما منطقه را تخلیه می کنیم. حاجی ملک دره به فکر این بود که طالبان شکست خورده اند و دره را ترک می کنند. در این میان حاجی ملک دره با مولوی حسام تماس می گیرد که ما می خواهیم صلح کنیم و با طالبان یکی شویم و طالبان از منطقه می برایند، ما با این می شویم، مصالحه می کنیم. مولوی حسام که تجربه دشمنی زیاد با طالبان دارد دفعتاً می گوید و التماس می کند که این کار را نکنی که یک دام و فریب است، از جایت تکان نخوری. تو در ظرف 7 الی 8 ماه 200 طالب را کشته ای، آیا از تو مهمان نوازی میکنند؟ ملک دره میگوید نخیر، با من وعده کرده اند. بعدن مولوی حسام میگوید تو کدام تصمیم خودسرانه نگیر و تماس ملک دره را با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی برقرار بکند. احمد مسعود شخصا همراه ملک دره صحبت می کند. مشکلات لوجستیکی قرارگاه ملک دره را با رقم بالا حل می کند. تمام مهمات مورد نیاز ملک دره را برایش می فرستد و مولوی حسام می گوید که ما مطمئن شدیم که قضیه رفع و رجوع شد. بعدن در نخستین جنگ عبدالخیل به رهبری ملا زاکر برادر ملک دره خداداد جان خود را از دست می دهد. به طور عجیب با وجود که برادر ملک دره در جنگ در مقابل طالبان کشته می شود، اما پلان توطیه سارنوال کرام الدین کریم ادامه پیدا می کند. سارنوال کرام، سارنوال امین، قماندان پلنگ، فرمانده ملک دره را مجبور می کنند که بدون در جریان گذاشتن رهبری جبهه مقاومت قرارگاه اصلی خود را ترک گفته با 55 تن از رزمندگان دلیر جبهه مقاومت به طرف طالبان پایین می شوند. قماندان امین مرشتان، قماندان فعلی قرارگاه حصارک و قماندان شانظر رئیس ارکان قرارگاه به ملک خانه دره شدیدن هشدار می دهند که این کار را نکنی که به مرگ خود تمام می شود. اما ملک دره تصمیم خود را گرفته است.
با جمع بچه های مرشتان، حصارک و دره که تعدادشان به 55 تن می رسید، از قرارگاه پایین می شود. می رود به طرف طالبان و به طالبان می پیوندد. در این حال ملا فرهاد هلمندی با ملا زاکر تماس می شود که ملک دره تسلیم شده است. ملا زاکر می گوید فوراً سلاحهایشان را بگیرید و ملک دره را هرچه عاجل بکشید. بعدا طالبان تمام سلاحهای ملک دره و افرادش را می گیرند و دستانشان را به پشتشان بسته می کنند. ملک دره هم به پسر خود پیام می دهد که خدا حافظ، ما گیر ماندیم، به عنوان آخرین پیام. طالبان بعدا ملک دره را با سنگهای بزرگ به حد به سر رویش می زنند که جان می دهد و بعدا تمام افرادش را نیز می کشند. گزارش ها می رسانند که قماندان محمد یار نیز مشابه به همین توطئه گرفتار شد. قماندان محمد یار زمانی که دستگیر شد در تلفن همراه سارنوال کرام الدین کریم صحبت داشته است. از توجهتان جهان سپاس، وقتتان خوش، الله نگهدارتان.